بینندگان محترم تلویزیون سپیده استقلال و آزادی سلام دارم خدمت شما و همچنین سلام دارم به شما آقای علی شفیع عزیز سلام خدمت شما و بینندگان و شنوندگان گرامی شما در هر کجای ز... جهان که هستم آقای شفیع خیلی خوشحالم که مجددا این امکان رو به ما دادید که سوالاتی رو از شما بپرسیم و من مطلع هستم که شما در سایت انقلاب اسلامی چهار مقاله نوشتید طرح نام فرهنگ یادآوری و دشمنانش و در اونجا مفصل توضیح دادید این واژه رو و در حقیقت توضیحات واجب اونه که بیننده ما اگر تمایل داره بره اون مقالات رو مطالعه کنه ولی از این موقعیت میخوایم استفاده کنیم من یک مجموعه سوالات دارم که بتونیم در این موقعیت کم از شما بپرسم و در رابطه با اون با هم دیگه گفته بکنیم اینکه اگر میشه لطف کنید چون موضوع فرهنگ یادآوری و دشمنانش هست اصلا توضیح بدید این فرهنگ یادآوری چیست ببینید فرهنگ یادآوری یک مقوله است که بعد از جنگ جهانی دوم وارد علوم اجتماعی شد و دلیلش هم این بود که جنگ جهانی اول که اون ویلهرن دوم در آلمان شروع کرد این جنگ کشدار بسیار زیادی داشت تخریب بسیار وحشتناکی داشت و به اصطلاح اون روشن فکران اون جامعه مورخین اومدن گفتن که ما باید مدام این مسئله را تکرار کنیم میدونین که بعد جنگ جهانی اول هم رفت دیگه اون یعنی سقوط کرد با این جنگ نه هم اون سقوط کرد هم در روسیه اون <تصفح> مثلا اون کسی که اونجا حاکم بود این بعد گفتن که این فرهنگ یادآوری باید باشه که بدونند وقتی که استبدال سر کار میاد وقتی که تمام این قوای مملکت دست یه نفر میفته و اراده یه نفر بر همه اراده های دیگر حاکمه این چه جنایت و چه خشونت و چه وضعیت بدی ایجاد میکنه و این شد به اصطلاح این مقوله فرهنگ یادآوری آه. به زبان آلمانی میگن ارینرونگ کلتور و انگلیسی کالچر آف رمنبرنس یه همچی شکلی این یعنی در این مثال زبان ها اینطوری معنا میشه فرهنگ یادآوری همینطوری که از اسمش پیداست از دو بخش تشکیل شده یکی فرهنگ و یکی یادآوری فرهنگ به معنای سازندگی چون فرهنگ در تعریفی که شده ازش و اعتبار داره حاصل اندیشه و عمل انسان ها از گذشته های دور تا همین حالا است یعنی در فرهنگ زور و خشونت و تخریب وجود نداره کار فرهنگ سازندگی آباد کردنه روی این حساب هر چیزی که زور درش باشه به اصطلاع خشونت و تخریب این میشه ضد فرهنگ این دیگه به این نمیگن فرهنگ ها؟ بعد دشمنان فرهنگ مثلا یاداوری فرهنگ یاداوری این مستبدین هستن کسانی هستن که میان گذشته را آقشته میکنن به دروغ آلوده میکنن به دروغ و انواع و اقسام دروغ ها را راجع به گذشته میگن و حتی همین حالا یعنی هر استبدادی بنا شده است بر اساس دروغ جل و تحریف تاریخ شما همین الان نگاه کنید همون رژیم قبلی رژیم شاهی و هم رژیم جدید چقدر اینا دروغ میگن چقدر تاریخ رو تح... تحریف میکنم و این برای فرهنگ مردم بسیار بسیار مزره بسیار بسیار خطرناکه به همین خاطرم هست که مهمترین به اصطلاح میدان مبارزه بین مردم سالاران و استبداد این گفتن حقیقته این گفتن حقایق تاریخی است و بیان کردن اینها البته فرهنگ یادآوری فقط مربوط به مسائل سیاسی نمیشه تمامی نوشته ها تمامی تاریخ نصر شعر درس به حضور شما فلسفه حتی این بناهای تاریخی اینا همش فرهنگ یاداوریه هم؟ چون میدونید که نسل به نسل این فرهنگ باید انتقال پیدا کنه یعنی از نظر فردی یک پدر و مادر سالم اینها تمامی علم خودشونا دانش خودشونو دانستنی های خودشونا و تجاربشونو به بچه های خودشون میدن به این امید که بچه های اونها وضعیتشون بهتر از خودشون بشه نه بدتر از خودشون و اینا به این در روانشناسی به این میگن این نظم انسانی و همیشه هم در تاریخ بوده حال اگه یکی بیاد این وسط و به سال از این از نظر فردی است از نظر اجتماعی اونهایی که در زمینه یا فرهنگ کار میکنن در زمینه سیاست کار میکنن اینها باید حقایق گذشته را اون چیزایی که اتفاق افتاده انتقال بدن به نسل جوان یعنی بگویم در واقع فعالان فرهنگ یادآوری تمامی گروه های سیاسی گروه های فرهنگی گروه های اجتماعی در واقع آهاد ملت هستن که میتونن هم خاطرات خودشون رو اون گذشته که دیدند انتقال بدن و هم هم اون چیزهایی که یاد گرفتن و بلد هستن اینا را اون دانستنیهای های خودشون رو تحویل نسل جدید بدن که این حافظه جمعی قوی و زنده و سالم بموند تا بتوند با مشکلات مبارزه کنه ولی دشمنان فرهنگ یادآوری همین مستبدین که گفتم اینها تماما فقط دروغ وارد این فرهنگ میکنن دروغ به مردم تحویل میدن حالا یه سوالی اینجا مطرح میشه با... اینه که این دشمنان فرهنگ یادآوری چه کسانی هستن فقط مستبدین هستن یا اینکه کسانی دیگه هم هستن چون شما یک مجموعی رو هر... عنوان در زمین, در زمین سی... فقط مستبدین فقط در زمین سیاسی که دروغ نمیگن ببنید. در زمین فرهنگی هم دروغ میگن شما نگاه کنید الان در ایران این ولایت مطلقه فر... این از چی از اسلام درست کرده تحویل میده آیا واقعا اسلام این بود؟ آیا واقعا اسلام اینه؟ و این یه موضوعی است که باید روشن فکران باید اینا روشن کنن که نه اسلام چنین چیزی نبود آه؟ اسلام دین آزادی و استقلال اسلام دین رشده و نه این روشی که اینها از به اصطلاح این سیستم توتالیته رو فاشیست گرفتن اسمش رو گذاشتن اسلام و این مطلبی است که باید روشن بشه و در همه زمین ها در زمین تاریخ دروغ میگن در زمین روابط اجتماعی دروغ میگن یه سری بزنید به این رسانه های مجازی ببینید چه تعریف های از شاه و رزوشاه اصلا حال آدم به هم میخوره این همه دروغ این همه و یا همون آخونده ببین چه چیزهایی راجع به پیغمبر راجع به اماما راجع ای ای خب این, این, آلوده میکنه تا این وضعیته که درست کرد و باید به اصطلاح اونهایی که طرفدار رشد جامعه هستند طرفدار مردم سالاری هستند اینها را برای مردم بگویند حقیقت امر را برن پیدا کنند و برای به این میگن فرهنگ یادآوری خیلی خیلی ممنون سوالی که الان دارم این هست که چگونه در حقیقت این مقوله فرهنگ یادآوری در علم اجتماعی طرح شده و در حقیقت در طول زمان جایگاهی برای خودش پیدا کرده بله همونطور که گفتم اینها بعد از جنگ جهانی دوم این مسئله پیدا شد و به خصوص بعد از جنگ جهانی اول بعد از جنگ جهانی دوم این بسیار شدت گرفت چون میخواستن که این جنایاتی که هیتلر کرده بود در حق یهودیان، در حق دیگر در حق کسانی که به اصطلاح اینها را انسان نمیدونست هم جنس نمیدونم این این هایی که مال قبایل دیگری بودن از جاهای دیگری میمدن ها این خشونتی که این اله اینا اینا رو گفتن اینا باید مدام بازگو بشید نباید فرا... این یادآوری یعنی اینکه فراموش نباید ما بکنیم اینها را اینها باید مدام گفته بشید که دوباره یک چنین سیستمی دوباره یک چنین وضعیتی پیش نیاد و در حال حاضرم به خودشون انتقاد میکنن که این کار صورت نگرفت اگر صورت گرفته اون الان اینقدر راستگرا در قرب پیدا نمیشه. اینها به اندازه کافی این امر را انجام ندادن همین وضعیت در مورد ایران هم مطرحه ما باید بگیم این رژیم پهلوی چقدر فساد کرد چقدر جنایت کرد چه خیانت هایی به ایران کرد اون حقیقت هم رو... و به اضافه این رژیم چیز این طوری بود که این مقوله وارد علوم اجتماعی شد و روز به روز اهمیت بیشتری پیدا کرد خیلی خیلی ممنون برای من الان که صحبت کردین توضیح دادید این مسئله در ذهنم اومد که آقای بنی صدر هم این مقوله رو به عنوان وجدان تاریخی وجدان فرهنگی وجدان علمی میگه این صحبتی که شما میکنه در حقیقت همراهی یا یگانگی داره با صحبتیشون بله؟ بله کاملا درسته ببینیم وجدان یعنی آگاهی وجدان معنای دیگه نداره وجدان یعنی آگاهی به اصطلاح این وجدان تاریخی وجدان اخلاقی وجدان علمی آقای بنیست تقسیم بندی میکنه به سه تا وجدان میگه اینا مثل سه تا رودخونه ای یعنی که میان و این وجدان عمومی ها اصطلاح درست میکنن و درست هم هست یعنی گفتم برات ببینید این یک نظم انسانیه همیشه اینطور بوده شریعتی هم حتی یک کتاب دارد به نام یاد یاداوران در اون مقوله شهادت اینا میگه دی. یاداوران کسانی هستند که این جریان کربلا این همه روز آشورا و همه جا کربلاست اینا مدام یاداوری میکنن در واقع اینا میشه یک سمبول های تاریخی شما اگر قرآن مطالعه کنید یا شاهنامه فردوسی سراسرش فرهنگ یادآوریه ببینید فرعون چه کار کرد و یک نکته اساسی هم در این مسئله هست و اونم این که ببینید تاریخ ها معمولا بعضی ها فکر میکنن تاریخ ها مطالعه میکنن که گذشته رو بفهمن چیه در صورتی که این درست نیست تاریخ رو مطالعه میکنن تا وضعیت موجودی که در جامعه هست بدونن این از کجا اومده اینا این واقعیت امروز بفهمن در حقیقت ما مثلا اگر مثال این رژیم ولایت مطلقه رو بزنیم این از نظر فرهنگ یادآوری حاصل اون رضا شاه حاصل محمد رضا شاه یعنی شما میبینید حتی این زندان ها زندان اوینو شاه درست کرد شکنجه کردن نمیدونم همه قوا رو در خمینی یا خامنه ای متمرکز کردن روز به روز درون و بیرون جامعه رو محل جنگ کردن اینا همیشه اینا از اونها ارس بردن اگر اونا به ما بشناسیم میفهمیم که این بیماری این کاری به اسلام نداره میبینید خیلی ها هستن میگن که انقلاب اسلامی باعث شد که این وضعیت نه کودتا علیه انقلاب اسلامی بود اینها حاصل اون کودتایی هستند که ضد انقلاب ایران ضد اون منتخب آزاد ملت ایران اولین و آخرین متاسفانه کردن یا اقلیتی بودن چهار درصد پنج درصد ضد انقلاب حاکم شده به جای انقلاب احسن و این دیگه این حاصل تون... انقلاب نیست این بقیه. حاصل کودتا علیه انقلاب اسمش گذاشتن و این حقیقتا به اصطلاح باید خاطر نشان کرد باید یادآوری کرد <تصفح> که این واقعیت هست و بشناسن مرد آقای شفی اگر امکان داره لط کنید راجبه نقش فرهنگ یادآوری در زمان ما توضیح دادید کوتاه اگر امکان داره اون رو بس بدید برای ما توضیح بدید شما توضیح دادید که فرهنگ یادآوری یه نقش مهمی داره و بزرگی داره در ایجاد فرهنگ مردم سالاری و حالا جانبداران مردم سالاری در واقع در ایران و در خارج ایران چه شکلی میتونن این فرهنگ رو تقویت کنن از چه نوع امکاناتی میتونن استفاده کنن اگر امکان داره این بخش رو بیشتر برای ما توضیح بده بله ببینید باید مهمترین کار در, در, واقع این کار فرهنگ یادآوری این است که این دروغ هایی که مستبدی میگند، این دروغ ها را افشا کنن این دروغ ها را برملا کنن استبداد گفتم اساس و پایش بر اساس دروغ ساخته شده و این دروغ به اصطلاح هدفش فریبه یعنی میشه بگوی که هدفش این به اصطلاح خسارت رساندن به روان انسان به فکر انسانه و این باید در به اصطلاح مردم سال مردم سالاری یعنی اخلاق یعنی حقوق انسان یعنی اون چیزهایی که برای همه روشن باشه یعنی مردم حقیقت رو بشناسند و بدونن که حقیقت چیه و به نظر من مردم اون افرادی که مردم سالار فعالیت میکنن البته میکنند این کار اینه که مدام این بحثا رو پیش بکشن مدام چه از نظر فردی اگر خاطره ای دارن از دوران شاه دوران سواک اون سانسور وحشتناک اگر خاطره ای دارن از اعدام های دهه شست این رژیم از نمیدونم اون قتل به قول خودش زنجیره اون زنجیره ای نبود این قطرها از در رس تصمیم شده بود و از بالا اومد پایین و اینها را بازگو کنم حالا چه به صورت فردی چه به صورت جمعی چه به صورت متشکل سیاسی یا غیر سیاسی اینها را به اصطلاح روشن کنن اگر این کار را کردن این زمینه مردم سالاری درست میشه یعنی مردم سالان باید مراقب باشند دارن کل میلیاردها پول خرج میکنن که این شا بچه شاه را این پهلوی سوم را دوباره برگردونن ایران نباید بزنن این فاجعه رخ بده ما نمیتونیم دوباره پنجاه سال به عقب بیفتیم باید بیان بگند بگن که این همون خامنه ایه. همون خمینیه همون فرعونه همون نمیدونم در شاهنامه زحاکه ها؟ اینا مردم سالار نیستن اینا کارنامه خودشون کارنامه سیاهی دارن این کارنامه و فقط هم یه تمام سیستم نیست افراد هم همینه از اون افراد سیاسی که با رفسنجانی کار کردن با خمینی کار کرد اینا با کارنامهاشون مشخص باشه الان هم که شروع کردن بودو بودو از این ور میکنن میدونم میترسمن به پهلوی ها این مسائل باید ای به این میگن فرهنگ یادآوری و به این که اساس مردم سالاری رو درست میکنه مردم سالاری یعنی شناختن واقعیت ها شناختن حقیقت پیدا کردن حقیقت یه مثالی بزنم براتون نمیدونم چقدر دیگه وقت داریم وقت داریم بفرمایید نه بله ببینید یک زمانی بود بعد از دهه 60 شاید مثلا 63 64 من به یک حالت ناامیدی و دپرسیون افتاده بودم و با آقای بنیستد صحبت میکردم گفتم که آخه ما با چی میخوان حریف این رژیم بشیم این رژیم تمام این منابع نفت ایران افتاده دستش تمام این به اصطلاح اداره ها دولت به طور کلی رفته زیر دستشه ما چی داریم که اینا با اینا بهستر مبارزه کنیم از پس این بر بیاییم آقای بانیسر گفت ما یک سلاح بسیار برنده داریم و اونم حقیقته باید برویم حقیقت را پیدا کنیم و بیان کنیم این حقیقت برای به مردم بگیم حقیقت حقیقت حق این صلاح ماست و خود ایشون شما بیشتر اطلاع دارید در جریان کار بیشتر از من بودید سه جلد کتاب سیاست آمریکا در ایران را درست کرده از دوران شاه تا این اواخر و افشا کرده که این خمینی و این به اصطلاح ایران جیتی ها به قول خود ایشون اینها همه با آمریکا همکاری میکردن با اسرائیل همکاری میکردند. در یه مصاحبه ای که با آقای صدارت انجام داده در اون مصاحبه میگه من هفتاد تا کتاب خوندم و ترجمه کردم اگر کسانی بروند و این کتاب های آقای منصد بخونن میبینن که اینا رو یک به یک این مطالب از کتاب های مختلف گرفته و اورده این چیست؟ این فرهنگ یاداوریه این داره افشا میکنه که خیال نکنید این ولی مطلقه ای که اینطوری ادعا میکنه ضد آمریکا ضد اسرائیل نه این اصلا زاده آمریکا و زاده اسرائیل در حقیقت این کودتای هشت مرداد در انقلاب ایران هم تکرار شد اون موقعی که رفتن صدام صد را تحریک کردن یا فریب دادن که بیاد به ایران حمله کنه میدونستن دارن چی کار میکنن میدونستن که یه عده آدم تندرو همون چهار درصدی که مثلا اون نماینده شون در ریاست رو رأی آوردن اینا حاکم برای کشور میشه و هشت سال جنگ را ادامه میدن که بتونن چیز کنن در واقع این کودتا بود علیه سومین دموکراسی که ما تعیین کردیم اولش مشروطه بود که رضا شاه رو آوردن بعدش مثلا اون جریان جنبش نفت بود که با کودتای 28 مرداد و آخرش هم همین کودتای خرداد 60 بود علیه منتخب مردم اونم در یک انتخابات کاملا آزاد اینا همش فرهنگ یاد آبریه اینها را چه از نظر فردی چه از نظر گروهی چه به صورت کتاب چه به صورت مصاحبه باید گفت باید روشن کرد تا مردم اینها را بشناسند بدونن چیه آقای شفی بیننده هم از من سوال کرده بود که رشته تحصیلی شما و شغل شما چیه و شما تخصصتون روانشناسی اجتماعی حرفتون روان است این رو توضیح دادم برای اون بینندگان عزیز خواستم بدونم که نقش فرهنگ یادآوری در روانشناسی فردی و روانشناسی اجتماعی چیست اگر تو این وقت زمان کمی که داریم چند دقیقه این رو هم توضیح بدید خیلی خیلی, خیلی خوشحال میشه بله ببینید با یه مثالی من شروع کنم اگر یک بیماری که مشکل روانی داره به من مراجعه کنه یا یا به همکاران دیگرم که به اصطلاح روان درمانگر هستم ما اولین کاری که میکنیم چندین و چند جلسه راجب به تاریخ فردی زندگی این از سوال میکنیم شما در چه خانواده ای بزرگ شدید رابطه شما با پدر و مادر چجوری بوده اگر خواهر و برادر داشتی رابطت با خواهر و برادر چجوری بوده اون جو خانواده چه جوی بوده آیا تو خوشبخت بودی راضی بودی یا ناراحت بودی عذاب میکشیدی بعد به مدرسه که رفتی در مدرسه چطور بود آیا تو رفیق داشتی یا رفیق نداشتی اگر نمیدونم کارگاه بود کار میکردی چجوری همینطور یعنی اول ما باید تاریخ فردی این شخص را بدونیم و از این طریقه که ما میفهمیم که این مشکلاتی که پیدا کرده این حاصل این گذشته است اگر برای مثال نمیدونم الکلیه یا مواد مخدر میگیره یا بیماری لاغری داره یا وسواس یا ترس هر چی باید به گذشته این منشه این در گذشته است اتفاقا فروید یک کتابی داره این کتابش خیلی اهمیت داره از این سوال میکنن که این تراپی که شما میکنی تراپی روانی این به چه شکل صورت میگیره اسم اون کتاب هست به خاطر آوردن تکرار کردن تصحیح کردن اریره به آلمانی ویده هولن فربسه این واقعیت یک تراپیه یعنی شما به خاطر بیاور که این مشکلی که داری این مشکل از کجا منشه این مشکل کجاست م? بعد توی تراپی تو اینو نشون میدی یعنی تکرار میکنی برای فرزن داری تراپی میکنی چندین وقت است که این الکل گذاشته کنار یا مواد مخدر بعدی میاد میگه دوباره شروع کردم آها دوباره داره تکرار میکنه باید به این بگی که این به اصطلاح خشونتی تو، که تو علیه خود درست کردی این ریشش از کجا میاد و چطور تو میتونی اینا برای بعد از این برای به اصطلاح تصحیح کردن بهتر کردن چه تمرینایی بکنی چه کارهایی بکنی و یا چه کارهایی نکنی تا این مشکل حل بشه تو بتونی به اصطلاح یک زندگی سالم نشه جامم هم عینا همینه هم؟ یعنی هیچ فرقی نمیکنه این به اصطلاح به خاطر آوردن گذشته اینه که آقا ببینید اگر شما یک نفر را درست کردید و تمامی قوا را در این جمع کردید و به قول اون یارو هیتره گفت اراده رهبر قانون است همونطور که الان علی خامنه ای داره خمینی داشت شاه داشت پدرش هم شاه اراده شون قانون بود تو جامعه و باید هر هم رفتار نمیکرد مجازاتش میکرد شکنجهش میکردن زندانش میکردن میکشند این اگر دوباره تکرار بشه اگر تو پهلوی سوم آوردی خیال نکن و از عوض میشه نه همونه چون این میگه من شام ها شارم باید تعظیم کنی زراش دستش مات کنی دروغ میگن من مردم شاد اگه مردم شاد خب پدرت چرا زیر بار مردم شاد نرم چقدر مصدق بهش گفت تو سلطنت باید بکنی نه حکومت نه میخواست حکومت بکنه و کرده باعث این انقلاب شد این به اصطلاح یعنی اینو در ادامه هم دیگه است و اهمیتش از این نقطه هم میشه خیلی خیلی ممنون و متشکرم وقتی ما به پایان رسیده صحبت بسیار خوبی بود امیدوارم که مخصوصا خانواده ها پدر مادرها سعی کنن به نسل بعدی خودشون که فرزندان هستن حقایق رو بگن به اونها بگوین حق چیست ضد حق چیست و با این آموزش یک وجدان اجتماعی رو به وجود بیاریم که اون مردم سالاری که شما بیان کردید رو بتونیم در ایران نهادینه کنیم و جایگزین این استبداد خیلی ممنونم پایه و اساس مردم سالاری حقیقت حق خیلی متشکرم از شما و از حوصله بینندگان و شنوندگانی که بعدا این موضوع رو تماشا میکنند و گوش میدم تا مثلا مصاحبه بعدی که من میخوام در رابطه با هویت و ربط هویت به به اصطلاح فرهنگ یادآوری که بگم هویت این انسان ها از طریق فرهنگ یادآوری میشه و اون الگوهایی که حاصل این فرهنگ یادآوری هستن برای سازندگی انشالله در جلسات بعدی با همدیگه در این مورد صحبت میکنیم خیلی ممنون و متشکرم